لعنت بر حسین دوستان یه لعنت بر حسین بلند ختم کنید که ثوابش برای همه باشه این فرهنگ سازی چون داره نتیجه میده فشار دادستان کل من اینجا صحبتمون اصل برنامهمون من اینجا امشب دادستان کل کشور فرمودن که با آملان قداست زدایی نم... نمادهای دینی برخورد عبرت انگیزی می شود. و حالا اصل خبر در اینجا خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدن سعودی نشنال هم واکنششون داده خبرگزاری در حقیقت جمهوری اسلامی میگه دادستان کل کشور گفته که با عاملان قداست زدایی نمادهای دینی برخورد قاطع میشود من یه سوال دارم یعنی در این چهل سال برخورد قاطع نمیشده <applause> چی شده داری تکرار میکنی خیلی سوال جدی حالا با اینجا با کار داریم یه داستان دیگه اینا فشارها رو میخوام بتونیم نتیجه کاری که دو سال شروع کردیم چقدر جلو رفته ولی یه سوال داریم مثلا در چل سال گذشته من نفهمیدم کسی میگفت توف تو صورت فاطمه زهرا میگفتی آفرین پسرم بیا مرات نوشابا باز کنم نوشابه برامون بازی میکردی یا مینداختی زندان اعداممون میگردی معلومه تو حکومت دینی وقتی که ما میگیم شاشیدیم تو حلقه تشنه امام حسین تو بعد بگیم ما رو سرویس کنی دیگه ما با آگاهی به این داستان ها داریم میگیم خاک بر سر اون امام سجادت که همیشه خودش رو به مریضی میزد که جنگ نکنه یعنی با این آگاهی داریم صحبت میکنیم در مورد حسن زنباره در مورد علی در حقیقت حرام لقمه علی بی غیرتی که دختر هفت سالش رو داده به عمر پنجاه هفت ساله زن خودش که فاطمه زهرا دختر ناتنی محمد بوده چون میدونی فاطمه زهرا دختر اعتماد زید بن حارث محمد که بچش نمیشده محمد که در حقیقت نازا بوده و این گرفته فاطمه زهرا رو کشته که بعد بخواد بالا سرش زن بیاره و غیر و, و اینا رو ما داریم میگیم خب میدونیم که این داستان هایی که ما داریم بیان میکنیم از سمت شما قرار نیستش که در حقیقت به ما جایزه بدید حساب بانکیمون رو پر کنید یا به ما نوشابه بدید که بعضی این بچه مذهبی ها میان میدونی که عاقبت کارا چیه عزیزم با آگاهی اومدیم تو زم... زمینه داستان دیگه معلومه که میدونی چل سالمه در چل سالگی دنی با آگاهی کامل داریم می میگیم گوره بابای شیعت. حالا تو هی بیا بگو آقا برخورد قاطع می‌کنی مگه قرار بود مثلا برخورد چیکار کنی با جناق گرایی مگه قرار بود مثلا ما الان میگیم توف به حسین تو قراره مگه قنبل کنی مگه قراره بری تو روکو استایل بعد از ما درخواست کنی ترتیب بده که اهلش نیستیم خب ما که اینا رو میدونیم چرا تو دوباره داری تکرار می‌کنی اینجا نکته اینجاست اینکه دادستان کل کشور میاد تهدید و شروع میکنه و میگه دادستان کل کشور با توجه به حرمت شکنی معدود افراد فریب خورده در ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله حسین گفت کسانی که در میدان دشمن بازی میکنن و به قداست شکنی نمادهای مذهبی دست میزنن باید بدانن دستگاه غذایی با آنها برخورد قاطع قاد داشت یه دیگه خسته نباشید به همتون کمپین محرم شرابی در سال دوم اونجایی که باید بزنه رو داره میزنه خیلی صحبت دارم در اینجا داری میگه که اصل, داستان اینه جنبش انقدر جدی بوده یواش یواش صحبته داره مطرح میشه آقا در مملکت ما ملت امام حسین هستیم یه تعداد معدود افراد فریب خورده بالاخره یه افرادی بودن یه تعداد افرادی بودن که در ایام سوگواری حسین خره چیز کردن؟ حرمت شکنی کردن فهمیدی کار سیاسی درست چیه؟ کار خفن چیه حالا اینجا صحبت زیاد داریم و تو ادامه هم میگه تو ادامه هم میگه که اجازه بدید وی با قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط مرجع قضایی و نظارتی شناسایی و برخورد با یکی از عوامل این هنجار شکنی گفت باید طراحان و عوامل اصلی شناسایی و حالا یکی هم که گرفتن حالا فردا علکی میخوان بگن که ما خیلی از بچهای گفتم ما کسی که برای ما ویدیو فرستادم اصلا چه چهره هاشون هم نمیدونیم اینا اصلا خدا میدونه کدوم بنده خدا کجا گرفتن سر چی باید طراحان و عوامل اصلی شناسایی و با آنها برخورد عبرت انگیزی صورت گیرد همچنین لازم است نهادهای فرهنگی و مراجع نظارتی مراقبت کنند مقایر مغایر اسلامی تولید نشود و تولید کنندگان این قبیل محتوا را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند ببین فشار تا کجا رسیده که این دارستان کل کشور آقای حجت الاسلام و المسلمی محمد موحد محمد موحدی آزاد اومده و داره تهدید میکنه و این حرفا رو میزنه و این خیلی اتفاق بزرگیه که یواش یواش دارن میگن آقا یک جریان شیعه زدایی داره چیه زدایی حالا فنی چرا ما هر شب میگیم لعنت بر حسین اینا ببین این داره فرق تو کار بیاد یادتون باشه نظام تو بخش مذهبی من چون زمانی که سال 88 مورد گرفته بودم 22 نفر بودیم با آقای نادر بابایی بیشتر بچه‌ها الان خارج هم دیگه یکیشون هم میگم کانادا اینا فامیل در حقیقت پویا بختیاری بود اینا ماری که گرفتن اینا خب بحث قرآن سوزی و اینا بود و من گفتم آقا الان سر این قرآن سوزی ها میخواید یعنی چیز کنید نه ما خی... بعد رفتیم تو زندان اون خالا قرآن سوزی چیه یه پسری بود حالا اسمشو نمیخوام نام بیارم چون در ایران داره زندگی میکنه این رو قرآن خودش ارزا کرده بود یعنی اصلا مدرک جرم گرفته بودن که رو قرآن قرآن حامله کرده بود گفته بودن چرا این کار کردی رو قرآن ریختی گفته بود که من خود ارزایی کردم رو قرآن میخواستم قرآن رو چیز کنم از من عاشق قرآن بودم گفتم قرآن خونمون دوتا بشه خواستم که یه قرآن بچه هم به دنیا بیاد دیگه اینجوری یک ببینم داستان اینجوری بوده من این تو زندان هم بود به سه سال حکم داده بودن به جرم خود ارزایی رو قرآن پشمام <سح دا> خب بعد یه بازجویی من داشتم حالا یه یاسری نامی بود گفتم آقا چجوری داستان آقا اینقدر تعدادتون زیاده که اگه ما بخویم چیز کنیم داستان میشه بعد نمیخوایم تو جامعه اون موقع 88 بود گفتش که نمیخوایم تو جامعه شماها گفت ما شما زرتاشی شدید نه غلط کردید ولی خودتون مشکل از اونجای شروع شده که شما ترید تبلیغ میکنیم میگه هر میخوای به محمد فوش بدی تو خونت میخوای زرتشتی باشی تو خونت قرآن میخوای پاره کنی تو خونت یعنی وزارت اطلاعات به یک بلوغی رسیده در این حوزه چون تعداد بالا رفته تعداد وقتی که بالا باشه برخورد نمیشه کرد دیگه میگه قرآن میسوزی، میسوزونی به محمد فوش میدی به علی فوش میدی تو خونت ولی وقتی که بیرون از خونت شروع کنی تبلیغات ما اونجا باید کار داریم دیگه چون تا دیگه داری کار تبلیغی میکنی تمام درد اینا برای چی خمینی اومگ و سلمان رشدی رو مثلا چیز داد چون اینا میدونن که, می که بخش قابل توجهی از جامعه میدونن که بخش مثلا میخندن به کلی مسئله اسلامی اونتا میگه بخند تو خونت انقدر تو خونت بخند تو جونت در بیاد حکومت منو و مسیر منو و این بر حال رخ کار منو و ویترین کار منو خراب نکن جمهوری اسلامی با 80 میلیون ایرانی ضد اسلام منفعل مشکلی نداره که مشکل اونجا پیش میاد که یک میلیون ضد اسلامی ضد شیعه اکتیو داشته باشیم شما کم باش اما اکتیو باش اونجا نظام به آخر پشتش میلرزه و تیم رودست بعد از اتفاق زن زندگی آزادی به درستی این مسیر انتخاب کرد یعنی ما در سال 2017 وقتی که از اپوزیسیون نامید شدیم یک سری خطرات تجزیه رو فهمیدیم گفتیم اجازه بدیم به خودمون این شانس رو امتحان کنیم از خود بدنه هسته مرکزی نظام تغییر تحولات رو با به برخر رفاقت ایجاد کنیم بریم مثلا بهشون بگیم شما ایزد نشانی شما شاخید شما فلانی هیمنه شما کل دنیا رو گرفته بعد از هخامنشیان شما در حقیقت جا گذاشتید پای هخامنشیان و ما رو به سواحل شرق مدیترانه رسونید و با این پکیج افتمان اتوماتیسم تاریخی و غیره اینا تلاش کنیم در اینها تغییر رفتار ایجاد کنیم چون شانسی در اپوزیسیون به درستی نمیدیدیم و دارید میبینید الان بخش من اون روزی هم یکی کامنت گذاشته با عکس حالا نمیخوام بگم اه 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 چی بگم با عکس خانم فرای پهلوی گذاشته که حق نداری به اسلام توهین کنی یعنی وضعیت ببین چقدر خرابه و ما چه از اپوزیسیون ناامید بودیم خواستیم اینا رو از بالا و با یک رفاقتی تقریبا و بعد از اتفاق محسنی وقتی متوجه شدیم نه اینا خیلی بیشرفتر از این حرفان دقیقا دقیقا این ترسش اینه که آگاهانه اسلام ستیزی شکلی گرفته یعنی در زمین ناخداگاه نیست و بعد از اتمام امینی که متوجه شدیم اینام هم آدم نشون گفتیم دیگه راه دیگه ای برای ببین شما کار با اصالت سیاسی سی هم دیگه کار دیگه ای نمیشد کرد یعنی من خیلی آگاهانه بعد از محسنمینی گفتم دیگه باید ریشه تشیع رو بزنیم و برای این زدن ما مجبوریم که شروع کنیم تقدس و کنیم و این تقدس و بخش جدیش هم بالاخره خود فحاشیه ببینید شما یه چیزی یادتون باشه فهاشی کردن اول و آخر پرنسی به شما رو میاره پایین لول کار شما رو میاره پایین من خیلی دردم اومد بعد از اتفاق مجبور شدم لول و پرنسی به خودم رو بیارم پایین چون من یادم میام که پشت صحنه مؤدبم بعد وقتی که میام اینجا میگم مثلا تفت تو صورت فاطمه شاشیدم تو حلقه تشنه حسین اصلا این واژه شاشیدم اصلا تو دهن من نبود به این واژگانی که میاد بخواید یا نخوای پرنسی و کلاس ما میاد پایین چون در فوش ذات فوش در حقیقت بی کلاسیه. ذات فوش در حقیقت پرنسیب و میاره به پایین اما چرا من این کار کردم و که انتخاب میکردم بین یک کار جدی با اصالت تا نوار خالی پر کردن بین یه کار جدی با اصالت سیاسی تا نوار خالی پر کرد بعد از اتفاق محسا اگر شما بخواید کار با اصالت سیاسی بکنید راهی نداشتید جز تقدس زدایی و در تقدس زدایی هم برای تاثیر گذاری جو، کار، جو، کار، کاری نمیتونی کنید جز فهاشی یعنی فهاشی یکی از جاهای جدی این قضیه بود پس من بسیار آگاهانه حاضر شدم بخشی از پرنسیب خودم رو دوچار چالش کنم بخشی از پرنسیب خودم رو از دست بدم بخشی از سطح و لول خودم رو پایین بیارم به جاش یه کار جدی بکنم و دیدم این خیلی بهتر از اینه که بخوام الان بشم بیژن عبدالکریمی و محمد فاضلی و خیلی از این افراد حالا اگه برسیم م. یه مورد دیگر هم امشب میخوام نشونتون بدم اگه برسیم بشم مثلا مثل اینا و در حقیقت حرف شیکوپیک بزنم حرف با کلاس بزنم ولی نوار خالی باشه من در زندگی من نوار خالی پر کردم متنفرم یعنی اگه یک شب برنامه بخوایم داشته باشیم بیام اینجا فقط به صرف اینکه که من برنامه اجرا کنم شما نگاه کنید و برنامه رو دست ادامه داشته باشه من اجرا نمی کنم من میگم آقا دیگه حرفی برای گفتن ندارم چهار گوشه برنامه رو میبوسم میرم پی زندگی یعنی اگه یک شب قرار باشه من فقط نوار خالی پر کنم که جلوی دوربین باشم تمومم یعنی میرم میرم میرم, میرم. میرم پس من نوار خالی نمیتونستم پر کنم اما برای کار جدی باید از خودم میگذشتم و بخشی از پرنسیب کلاس بخشی از سطح خودم رو میارم پایین بله فهاشی کردن شخصیت آدم رو میاره پایین شخصیت هم رو آوردم پایین ولی کار جدی کردم شخصیت ها آوردیم پایین ولی کار انقدر جدیست که دادستان دور بر جناب دولت دادستان کل کشور بر هم میرزه و خبرگزاری جمهوری اسلامی به جریان ما فش... میاد اشاره میکنه میگه ما در مملکت امام حسین و عشق امام حسین و مملکت شیر خونه امام تایم و اینا ای معدود وقتی میگه ادهی معدود تو دیگه بشمار یعنی خیلی تعداد بالاست دیگه جمهوری اسلامی ها هر جا که به نفعش باشد تقلیل میدهد هر جا به نفعش باشد برجسته میکند اینجا به نفعش است تقلیل میکند اما اینا همیشه این قضیه رو نادیده میگرفتن تعداد چقدر بالا شده که مجبوره با تقلیل سازی خبر بده بیرون و آقای دادستان کل کشور موزگیری کنه و برگرده بگه که با توجه به حرمت شکنی معدود افراد فر... تنها جریانی که در آشورا اعلام مبارزه مستقیم با حسین حرام لغمره کرده تیم رو دست بوده بچه های جریان ایرانگرا بودن شاهکاری دیگه کس دیگه ای بود انقدر سازمانی بخواد کار کنه در روز آشورا ما گفتیم محرم شرابی داری اینجا اشاره مستقیم میکنه چرا سالهای پیش نمیکردن گفتیم بهشون ما بیایم تو صحنه تو این زمین ها اذیتتون میکنیم بله ما مجبور شدیم که کلاس خودمون رو بیاریم پایین و با زبان قرآن با این جماعت چون تو قرآن همش فحاشی داره خب این بس من خیلی آگاهانه دارم کار میکنم یعنی من واجب واجب فوشایی که میدم هم خوب میدونم شخصیت هم و میاره پایین هم خوب میدونم پرنسی به منو میاره پایین همه اینا رو خوب میدونم میدونم تو شعن ما نیست فوش بدیم اما تنها راهیه که امروز وجود داره تنها راهیه که وجود اگر میخوای فوش ندی ایراد نداره نوار خالی داری پر میکنی ولی توی دنیای ناکجا آباد همین حرفای 45 ساله بشینیم با هم دیگه در مورد مشق دموکراسی کنیم با هم جنبش کتابخونی را میندازیم و دیگه واژن موشچال کنیم و تو اون حوزه داری کار میکنی من برام خط قرمز اون نوار حالا در کنار این دادستان کل کشور من میخوام نتایج کارمون بگم که تا کجا داره پیش میره این کانال رسولیسم و این یارو علی خانیه خیلی جالبه یه ویدیویی منتشر کردن که ویدیو رو بررسی می‌کنی میگه با حجاب بیحال دشمن داره به ما القا میکنه که با حجابا اقلیت هستن نبی حجابا و بعد حجابا اکثریتن اولا همون بی حجابا و بت حجابا خیلیاشون اعتقاداتشون هنوز هست ببینید اینا کسانی بودن تا دیروز میگفتن یه دختری روسریش رفت عقب دو تا تار موش بیرون این ضد اسلامه الان که فهمیدن توازن جمعیتی کاملا به ضررشونه و ما داریم با قدرت جلو میریم حالا برمیگرده میگه که نه آقا بی هم اعتقاد دارن و نه ندارن قربونت برم ما حالا با جنبش محرم شرابی و غیره و اینا و با این فضایی که در رو دست ایجاد کردیم که در زمین در خداگاه لحظه به لحظه مقدس رو اون سینه های زهرا رو بکشین وسط و در مورد واژن و باسن خانم حضرت زینب صلی الله صحبت کنیم قضیه رو انقدر میانیم بلدش میکنیم که تو دیگه نتونی بگی که تا هر چند گفتم شما اینقدر پر روی فردا من قرآنتونم اینجوری پاره کنم میگه ببین هنوز عشق امام حسین تو دلشه هنوز قرآن رو دوست داره نگاه کن چجوری پاره کرد آروم داره پاره میکنه این اگر خیلی متنفر بود اینجوری محکم پاره میکرد حالا بیام الج اینا بگم اینا قرآن از اینجوری پاره کنم میگه نگاه کن بین مرز عشق و تنفر یک تار موس این هنوز عاشق قرآنه بله همین اینجوری با خش پاره میکنه هر اون لقمه گربه مرتزا علی هم مثلا چرا نمیگن گربه امیر دانا گربه کوروش بزرگ گربه فردوسی گربه روزبه گربه مثلا چه دونم جمشید گربه علی مرتزا علی چهار دسته چون شیه چهار دسته پا میاد پایین همیشه میخواد چهار دسته پا. همیشه وای میسه بالاخره یه کلکلی باید بکنه که مهم نیست در دنیای واقعی اینا 1400 سال کلکل میکنن این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوس. این چه شم ایست که پروانه ها همه به دنباله اوست این تو ذهن بچشیه تو ذهن صد میلیون یا صد میلیون آره دیگه صد میلیون میشه صد میلیون احمق تشیع این این چرتا پرتا میچرخه اما در دنیای واقعی 9 دهم مسلمان جهان اصلا حسین رو نمیشناسن که بگن لعنت بر حسین حتی برای همین مهم نیست اون کل کل باد میکنه مهم اینه که واقعیت جاری داره کار خودش رو میکنه اون توی توهم و موهومات خودش محصور شده آره این حسین کیست که عالم همه دیوانه یوز اون حسین اصلا نمیشتاسن کیست که فوشش بدن باز برو خدا رو شکر ما تو ایران به دنیا اومدیم و مملکت ام شیرخونه امام تایم ما هر ش... حداقل حسین میشه دم ما گرم حداقل میگیم لعنت بر حسین نه دهم مسلمان ها مثلا میگیم حسین نمیشناسم یا آقا میگیم الان بعد یه فوش بدیم نمیشناسم که حتی به لعنت خدا میارزد یا نمیارزد حکایت اینه میگه که بعد میگه ما اکثریت هستیم ولی بیحالیم اونا اقلیت هستن ولی حضورشان پررنگ تره <applause> و اقلیت فعالن <applause> حالا سر همین ویدیو دادن ویدیوشون غیر خدا بود این ویدیوشون داشته باشیم اجازه بدید من میخوام بگم که پیروزی ها خیلی ممنون جناب حمید بابت است دیگه پیروزی ها اینجا حضور در اجتماع خب ببین انقدر تعداد ها در جامعه کم شده ما گفتیم باید بریم سمت اینکه اقلیت مذهبی رو محوش کنیم ما اقلیت مذهبی رو با... چرا من گفتم بعد چادر مادر منو بکشید برای اینکه دیگه کسی هم به بهانه اینکه من ضد رژیمم این نماد و مناسک مذهبی تش ما اصلا کلا هم شیعه رو بندازیم بیرون مشکل صرفا جمهوری اسلامی نیست شیعه باید بره حتی بگو من ضد جمهوری اسلامی هم چادر دارم غلط کردی چادر میکشید میرسیم به اونجا چادر کشیارشو حالا میخواید نه آقا این حرفا چیزه در یک مملکت آرمانی فلان سکولاریسم ما با این حرفا که فریب نمیخوریم ما تو میدون جنگ یعنی این مثلا میدون جنگ حماس داره شلیک میکنه اسرائیل داره شلیک میکنه بعد یه دفعه حماس میگه استوب استوب یه دفعه استوب بزن زنگ بازی پلی استیشن استوب بزن من برم آب بیارم تشنمه جنگه در جنگ این ما با جریان شیعه در ایران اعلام جنگ کردیم حالا بعد جهاد کنید دیگه حالا من میدونم حالا جهاد فلان سوره توبت دیگه بعد با من جهاد کنی حالا به خودت تو هم میدونم میایید اینجا چیز میکنید میخواید جهاد هم بکنید تا این همه راه میای منو بکشی منو میبینی خوشت میاد گرفته یاد علی میفتی که میداد به محمد میخوای اینجا منم که اهلش نیستم دیگه خودتون میدونید من دیگه از ما گفتم بود حالا این ویدیو رو داشته باشه چون اینا اینقدر هم جنس گران خاک تو سر تو این داستان ها دیگه یار علی و محمد و اینا میگن به عشق علی محمد یه دونه جمایی داشته باشیم حالا اینجا این ویدیوشون خیلی جالبه یه دفعه میکنن جامعه دست رفته یه دفعه میکنن جامعه دست رفته میگن بیهجابا بیشترن گناهکارا بیشترن نه آقا جون اول همون بی حجابا و حجابا پیداشون انو هست خب ببین میگه بعضی از اون بیجا هم اعتراضشون هست این نکته این هم بگم ببینید بعضی هم میگن آقا این درست نیستش که تو خب جمهوری اسلامی سر حجاب ما رو اذیت کرده مرسی حمید جان این درست نیستش که تو الان نشستی میگی که ما هم خب بعد بیا با حجابا رو چیز کنیم اذیت کنیم یا هر چیز دیگه یا مثلا میگی که اسلام باید غیر قانونی بشه باید جله چادریا رو بگیریم چادر بعد بکنیم اما مادر خودت میگی شروع بعد بکنیم خب این که همونش جمهوری اسلامی ببینید شوخی میکنید. یه مشکلی که من با این اپوزیسیون دارم به خاطر حرفای ویترینی و خال زنکیه که 45 سال دارن ادامه میدن به خاطر که میخوان از خودشون یک شخصیت شبه اکادمیک درست کنن بازی توازنه من میگم ولی این گفتنه قرار نیستش که قطعا پیاده بشه شادم بشه بس اون توازنه وقتی که یک رژیمی با لباست کار داره تو اگر اون وقتی که با لباست کار داره تو اگر موزت باشه لباس من به خودم مربوطه لباس شما به خودت مربوطه به اون توازن نمیرسی اون اگر با لباست کار داره تو باید با لباسش کار داشته باشی تا اون بفهمد یه خود سکوت کنه تا بعدش بتونی به یه توازونی برسی یعنی حتی اون جامعه ای که شما میخواید اون جامعه ای که البته یه بار داشتیم و شکست خوردیم در دوران پهلوی مسجد یه جا چون این حرفا هم میزنن بخشی از این هواداران ایرزا پهلوی آدم واقعا مرغ پخته میگیره خیلی با جدیه... آقا مسی دوران شاه مسجد یه جا دیسکو یه جا خب پوفیوز اگه دوران شاه این کار درست بود این سیاست جواب میداد که الان یه مش آخوند دوزاری که فقط وظیفه داشتن بالا سر مردهامون بیان توی در حیا قبرستان چارت تا نوحه بخونن که الان برای ما آیت الله مایت الله نمیشدن که حکومت بگیرن که یعنی خیلی این خیلی جالبه بخشی از این حوادث اینجا بگیم چون بحث اسلامه که با وقاحت این جمله رو میگن میگن آقا مثل دوران شاه خب اصلا سیاست های غلط دوران شاه الان آقای خمینی رو باعث شد که پیروز بشه تو بعد این جریان این رو بشناسی ولی حتی اگر میخوایم به اون جام برسیم من باش باز مشکل ندارم که یعنی جامعه چادری هم باشه ولی شما در این مقطع با شمشیر از رو ببندی تا به اون توازن برسی وقتی که اون آمر به معروف داره تا زمانی که تو تو جبهه در برابر آمر به معروف اون آمر به پا امر به پاکیزگی نداشته باشی اون گشته ارشاد داره تا باید گشته پاکیزگی داشته باشی و اگر اون به خاطر حجاب و مدل پوشش تو خیابون بد گیر میره تو به خاطر چادرش به خاطر بد پوشش بعد تو خیابون گیر بدی اگر به مانند نیروی رادیکال اون نیروی رادیکال نسازی تو اون توازنه نمیرسی اپوزیسیون ما اینو نفهمیده هی ای تو 45 ساله میگه نه آقا ما که نمیخوایم مثل جمهوری اسلامی بشیم فلان خب دمتون گرم نشید بشین دور هم دیگه تخمه بشکنید یه مقدار در مورد سکولاریسم در غرب و یه مقدار هم در مورد مشق دموکراسی و جنبش کتابخونی و با هم دیگه بشینیم چالش کنیم حرف بزنیم بالاخره به یه جا برسیم و اینجا چیزا رو بندازیم یعنی حتی مبارزه رو ما نمیدونیم در امر مبارزه طرف مقابل وقتی یک جریان تون داره هر چقدر بعد تو باید هر چقدر بعد در برابر اون جریان تند یک جریان تند بسازی تا به نتیجه برسی اگر این میاد به من میگه که تو حق نداری زرتشتی باشی یا هر چیزی باشه باید نمیتونی آتیست باشی یا هر چی کتاب آتیست من آتیش میزنه کتاب دیگر من آتیش میزنه پرت میکنه دور میگه حق نداری تو باید کتاب اون آتیش بزنی نه که برگردی بهش بگی که عزیزم کتاب آتئیست من بی خدایی من مال من مال تو هم مال تو هر کدی تو قبر هم میذارن عیسی بدون خود موسی اگر اینو گفته اون همچنان تو سرت میزنه تو باید در برابرش همون برخورد و واش بکنی تا برسی به اون بفهمه که دیگه اگر بیاد کتاب آتیست تو رو پاره کنه قرآنش پاره میشه اینجوری به یک پولاریست میرسی دقیقا به مانند ایجاد ارتش ارتش ها شکل میگیرن که جنگی نشه <applause> شما در برابر بر اینا باید یک جریان رادیکال افراطی درست کنی که اتفاقا به صلح برسی اتفاقا اگر مسیر صلح هم از مسیر منه مسیر صلح هم از مسیر گفتمان اینه که ما میگیم آقا اسلام باید غیر قانونی بشه تو ایران مسیر صلح هم از مسیری است که میگم چادر کشی باید بکنی از این مسیری که من میگم شاید یه روزی با اینا به یک صلحی برسید ولی از اون مسیری که شما میگین همیشه اینا تو سرتون میزنن فهمیدی چی شد؟ خیلی نکته ظریفیه. من تو ما میگم اینا 45 سال این بر تو عالم هپروتن اگر درست حسابی بودم من الان تو واشنگتن بودم تو لس آنجلس بودم در مرکزی بودم در این اپوزیسیون که بالاخره یه تعدادشون باشن کار جدی رو من چون اینا شوت میزنن گفتم آقا برش کن من میبینم تو یه جزیره نظریاتمو بیان میکنم صرفا شاید چهار نفر فهمیدن با ما همراه شدن اینجوری تاثیر بذاریم داکستون کل ده کشور باستنش بسوزه یعنی از یک برنامه اینترنتی و یک تعداد اتاق فکر بچه های ایرانگر و اینا که هر کدوم هم در یه جای دنیا پرتن یه اتفاقی شکل گرفته که دادستان کل کشور باستنی سوخته میاد میگه که آقا حواستون باشه اسلام ستیزی نکنید وگرنه ما باتون برخورد میکنیم ما فکر کردیم که قرار به ما پست و مقام بدی اون معلومه بعد برخورد کنی با ما منتها این تعدادمون داره بالا میشه نمید آقا بحث نتوانستنته تعداد من وقتی که بالاست چجوری بابا میخوای برخورد کنی الانم که کارتون به اینجا رسیده که تو مملکت شیرخونه ی امام زمان ویدیو بسازی با هزار تا تحریف و توریه برگردی بگی آقا ما اقلیت نیستیم این پیروزی ماست دیگه یه فکر میکنن جامعه دست رفته میگن بی حجابا بیشترن گناهکارا بیشترن نه آقا جون اول همون بی حجابا و حجابا پیداشون اون اما چی گفته بعد حجابا بیشترن بعد حجابا بیشتر حضور دارن من داره باور میکنه که مردم دیگه دین رو نمیخوان، حجاب رو نمیخوان. چون ساعت عمومی جامعه رو می... مردم دیگه دین را نمیخوان. داره میگه. حالا ثابت میکنه دلایل بیاره که مردم دین را میخوان. ببین خودمون هم داره باورمون میشه. خودمون هم داره باورمون میشه. تلاش میکنه نه ما هندسیم، نه نه ما اقلیت نیستیم. 1400 سال حسین پرستیم نه نه 1400 سال کسی نتونست شیعه رو از چیز کنه بگیره خیلی ها خواستن با شیعه مبارزه کنن ولی ولی کجا دریا شود با پوزه سگ کسی با این حرفا هی دل خودشون رو میخوان شاد کنن مرسی سیروز هر چقدر با این حرفا میخوان دل خودشون رو شاد کنن نمیتونن خودمون هم داره باورمون مگه نمیگی که 1400 سال کسی حریف اسلام نشده مگه نمیگی که دریا با پوزه سگ کثیف نمیشه این کلیپاتون چیه اون تهدید داد چیه چرا دگرانی نمیشه دیگه او شما دریایی ما پوزه سگ نگران چی هستید <تصفح> که ما در اقلیت مذهبی ها شما اکثریت بیحال هستید و اونها اقلیت فعال حضور در اجتماع بله زن باید در, کانه زن باید در خانه باشه بهترین چیز برای که بله زن باید در خانه باشه بهترین چیز برای زن اینه که در خانه باشن مرد نامحرم او را نبینه اما الان شرط بده زن همون هم, هم اگه لازمه ببرید توی روز می خونه این کارو میکنه شیه لازمه جواد نکاح هم میکنیم مرد نامحرم اون نبینه اون بر... اینجا خیلی مهمه نگاه کن بله زن باید در خانه باشه بهترین چیز برای اون هست که مرد اون نبینه عمر ولی همون حضرت زهرا که اینو فرمود همون حضرت زهرا که فرمود که زن بهتره تو خونه باشه مرد نبینه همون حضرت زهرا وقتی پاش رسید به خاطر اسلام نه تو اسلام زمین فدک بوده حالا شما بگو اسلام به خاطر فدک زمین فدک زمین چی چی و مال و اموال مال دنیا عمر سلیتگری گری کرد با بک رو اینا اومد وسط سلیته گره. حتی علی از ترس عمر تو خونه مون ببینی علی مردی بود در برابر عمر تو خونه نشد زنش رو انداخت جلو از این مردای اصلا پشت زن قایم میشن علی رفت تو خونه حضرت زینب برای مال دنیا سلیته کرد آقا ما برای اصلاح همون حضرت زهرا که گفت آقا زن بعد تو خونه باشه تو سری خور باشه فلان و فلان و فلان ولی دیدید پاش رسی سلیته شد حالا زنان ما باید سلیته شوند و بیان در خیابان ها با چادر رشه بروند <applause> بله زن باید در خانه باشه بهترین چیز برای اون هست که مرد نامره اون نبینه اون ولی همون حضرت زهرا که اینو فرمود بگه اندل استرار هنگام جهاد تو صحنه باید باشی یا نباشی دیگه حتی زن قبل از اسلام و اینا مثل حضرت خدیجه و اینا آدم حسابی بودن خدیجه هند اینا زن خیلی قابل احترام بود در بین عرب اسلام اون احترام زن هم گرفت حالا زن بعد تو خونه باشه مگر اینکه اسلام تو خطر باشه پاش میرسه بیا سلیتگری هم کنه جهاد نکاح هم بکنه الان جهاد خانم و الان جنگ نرم جهاد نرم جنگ نرمه بپرید توی رختخواب نرم پر از پر قو و جهاد نکاح بدهید خواهران من نرمه جنگ نرمی نباید باشی یا نباشی الان جهاد خانم و الان جنگ نرمه جنگ نرمی که خانوم ها بیشتر میتونن توش موثر باشن بر خودت واجب کن مثل نماز به روزی یک ساعت باید در خیابان شهر فقط با این چادر از زهرا راه ده. دقت کن اینجا رو گوش کن, کن مثل نماز به دو روزی یک ساعت باید در خیابان فقط با این چادر از زن با این چادر از زن خیلی ممنون الکس ما گفتیم تحقیر شیعه ما گفتیم شیعه رو زمین میزنیم درسته؟ حالا بیشتر صحبت کنم که این کلیپ تموم بشه ما این ادعا رو کردیم این تحقیر نیست که یارو به عنوان یه بچه مذهبی داره خوش پاره میکنه کلیپ و فلان و سخنانی که خواهرم روزی یک ساعت با چادر تو خیابون راه برو دیگه کار به اونجا دیگه نرسیدی که بگی آقا برو قبلا میگفتم بریم امر به معروف کنیم گیر بدیم به دختری دیگه میگه نه تعدادمون کم شده تو خیابون فقط یک ساعت در روز بر خودت واجب کن همچون نماز خوندن در خیابان راه بری با چادر اگر نام این تحقیر شیه نیست اگر ما ادعای کردیم کمر شیعه رو در ایران میشکنیم اگر این نامش کمر شکستن شیه در ایران نیست نامش چیه 1400 سال شما ریشه کردید و ما در دو سال ریشه رو داریم میخوش کنیم نام این چیه پس این به صورت این اصلا دب... ما اگه بخوام بگم آقا یکی دلیل بیار که شیعه رو شکست دید آفتاب خود دلیل آفتاب است دیگه این اظهارات دادستان کل کشور که بعد از 45 سال حکومت اسلامی میگه کسی به اسلام تویین کند ما باش برخورد میکنیم مرسی دمت گرم تشکر میکنی. بعد از 45 سال حکومت اسلامی واقعا ممنون که یادآوری کردی توهین به اسلام برخورد قاطع داره از سمت قوه قضاییه تشکر این یکی ما مملکت شیر خونه امام می میمونه حالا میگه آقا بر خود واجب کن روز یک ساعت با چادر را بری هستیدی من رو هوا نگفتم کمر اسلامو میشکنی اینا چیه بس <applause> اینا دلیله مرسی جان دو دوست عزیز آر اچ کی عزیز موزی آر اچ که ممنون اولین بارتونم از استیکر میگیرید راه برم آه. راه برم توی پارک برم قدم بزن راه برید تو پارک برید قدم بزنید فقط خودتون رو نمایش بدید آقا از یه ور میگفتن زن نباید دیده بشه حالا راه برو که کلاغسیایی خودت رو نمایش بدید مثل فشن شو را برو خودت نمایش بده تو خیابونا برید تو خیابونا برید تو را برید باید با چا دورت با یه دور خود ارزایی کنی بدی به احسان و احسان حسینی هم یه مصاحبه کرده چشمت رفت پسر بابا اون عینک تا هم که تا استکان استقان... چیکار میکنید شما تو آبدار خونه خبرگزاری فارس نکنید واقعا هم جور و و یا... آره افتادن دیگه تو صحرای کرولا خب ببین این اتفاق است ما بینا هشدار دادیم تو اون سه چهار ماه اول بعد من تو اون سال 2017 هم که با اینا در تماس بودیم با بچه های اتاق فکرمون و اینا به اینا خیلی هشدار دادی حالا هر کونو با همون یه جور با اینا در تماس بودن گفت آقا با مردم خودتون برجام امضا کنید شما رفتید با خارجی ها برجام با مردم خودت امضا کن آقا کوتاه بیا دیگه این مردم هم که میگم ما سیاسی نیستیم که آقا یه هجاب کوتاه یا آزادی مدنی بده یواشه باش بذار دیسکو باز بشه فلان باز بشه نه آقا ما اسلام رو باید پیاده کنیم آقا نکن دور خدا بده رو خود, رو خود فضا بز باز بشه این دختر مردم تفلک آخه چه گناهی کرده تو ایران به دنیا اومده وسط تابستون بعد حجاب داشته باشه اون لباس و روپوشو بز با یه بیکینی بیاد بیرون لذت داره آفتاب بخوره به پوست بدنش نه آقا اسلام مصیبت و اسلام بعد یه داشنگون نه ما این آروم میکنیم فلان می‌کنیم بحث ما امپراتوری ایران و فلان و این حرفا که ما برای عزت ایران و اینا همه عزت این موشک و اینا همه عزت آورده برای ما ما تو جنگ جهانی اول و دوم بیطرف بودیم کشور ما اشغال شده ما دست کم در حوزه نظامی ایران را به جایی رسوندیم که تا دوباره اشغال نشیم آقا خب موقع که الان وضعیتی که تو ایجاد کردی نسبت به زمانی که ایران اشغال شد در 20 شهریور 400 و, 400 و... داشتم بررسی میکردم دست یک دختر در سال 1320 بعد از آزادیایی که رضا شاه داده بود به مراتب راحتتر زندگی میکرده در اجتماع تا حکومت جمهوری اسلامی که الان ایران هم اشغال نیست آقا این که ما مشکلمون با اشغال شدن ایران توسط بیگانه چیه هزاران دلیله یکی از دلیلش هم آسایش و رفاه مردمه خب تو وقتی که بدتر از یک حکومت بدتر از یک ارتش بیگانه که اشغال میکنه کشور رو بر مردم ما محدودیت ایجاد کردی که خب این دیگه چه حرفیه که مثلا میگی ما باعث شدیم که کسی به ایران تعرض نکنه ما جلوی حزب بحث و ایستادیم خب آقا تو که بدتر از حزب بحث داری الان با دختر این سرزمین برخورد میکنی و اگر هنوز به اون شکلی میخوای که جامعه مدنی ما یه خود قدرتمند شده وقتی ما مدیون محمد رضا پهلوی هستیم که حق رأی به زنان داده به خاطری که شما فشارتون هم از رضا شاه بابت اینه که این برقه و این چادر ننگین رو برداشت و زن ایرانی رو آزاد کرد از خیلی از مثله و اون طعم آزادی که زن ایرانی چشیده رو نتونستید که کامل محصول کنید و از بین ببریدش وگرنه که شماها بدتر از هزار تا داعش و طالبان با ما برخورد میکردید که بنابراین من من ما به اینا هشدارها رو دادیم که آقا نکنید ما ایرانی هستیم نمیخوایم که با شما چیز کنیم بسیاری به این فضا حالا اپوزیسیونی که نداریم که آلترناتیو باشه شما رو برانداز کنه به خاطر خطر تجزیه طلبی و غیره و غیره خب آقا ما هم که اومدیم ما خودتون هم که میدونیم مامور شما نیستیم پول هم نگرفتیم انقدر ارق وطنی داریم که اومدیم کمک کنیم و نکنید دیگه بیاید خود شما کوتا بیاید خود ما کوتا بیاید معامله جوش بخوره بعد دیدیم نه شیعه هروم لقمه معامله ناپذیره شیعه هروم لقمه سیستم استعمارگر داره فقط میخواد از تو بگیره و نمیخواد چیزی بده شیعه هر اون لقمه خودش رو در جایگاهی میبینه که حق است و همه رو از چشم بالا به پایین واخه شما شیپیشوای ریش آنکات نکرده یه پیرن چهار چی تو خودتون دیدید که فکر کردید از ما بالا داخه اینا هم خودش بحثه جدی است منم این ما هشدارها رو دادیم که آقا با مردم برجام امضا کنید و غیره و غیره اما شماها خب گوش نکردید یعنی و ما گفتیم ما وقتی که بعد از دو سه ماه از گذشت ما به شما گفتیم که آقا اگه گوش نکنید ما میایم تو صحنه و اپوزیسیونت هم نیستیم به اون شکل یعنی از جنس اون اپوزیسیونی که میشناسی که به دین و مذهب احترام میذاره نیستیم و میایم وسط با وجود اینکه افحاشی و اینا بعدمون میاد پرنسی رو میاره پایین و حتی من یه اعتراف دیگه بکنم ببینید اسلام یه کوفتیه که شما اگر توش باشی یا بیرونش باشی بهش حمله کنی در هر دو حالت تو باختی یعنی یه کوفتیه که زندگی تو جهنم میکنه چه صبح تا شب نماز بخونی خاک برسری چه به مانند امید دانا صبح تا شب به این حسین حرام لغمه و اینام فوش بدی یه جور دیگه خاک برسر میشه میشی چون میدونی یک کوفتیه که دفاع و حمله بهش در هر صورت زندگی تو رو به چالش میکشونه اگر امروز دارم این کارو میکنم باز با آگاهیه یعنی اون مقطعی که من دیگه با اسلام کار نشم گفتم اسلام اینقدر بی حتی لایق فوش خوردنم نیست اما اگر الان دوباره اومدم به این فضا چون دیگه راهی دیگه ای وجود نداشته یعنی میخوام بگم چقدر آگاهانه اومدم و فهاشی میدونم شخصیت هم زیر میه و حمله به خود اسلام از نظر روانشناسی متناسب برای انسان نیست ولی برای نجات کشور راه دیگری نبود و ما به اینا هشدار دادیم که از حالا که دو دختر ایرانی رو به خاطر حجاب اون فاطمه زهرا کور کردی کشتی کل شیعه رو ازت میگیریم یه ادعایی کردیم یه ادعایی کردیم که آقا ما اومدیم تو صحنه و شیعه رو از ایران اخراج میکنیم خب ادعا حالا شاید بعضی فکر کنن خیلی ادعای بزرگی بوده من تعجب میکنم چون اصلا ادعای بزرگی نکردیم فقط کافیه که چند سال خیلی مستمر تو این قضیه باشیم شما دارید میبینید نتیجهش رو نگاه کنید دیگه دات ستانه کن. و اعتماد به نفس بچه مذهبی تا کجا آمده پایین آقا نه تو رو خدا زنا بیان تو راه برن که بگن ما اقلیت نیستیم این تحقیر و شکستن کمرشیه از این جنسه و ما اینا رو گفته بودیم این که نمیتونم منو پخش کنم و مرسی اینم صحبتی حالا در مورد مسئله دیگه چون منحرف میشیم این صحبت ها من این بخش رو جمعش کنم و مرسی مرسی خیلی خبر واقعا اتفاق بزرگه و من میخواستم واقعا نتیجه کارتون رو ببینید که وقتی که ما اعلام کمپین محرم شرابی کردیم دونه دونه ویدیو های شما چقدر تاثیر گذار بوده چه فشاری به اینا و برده و این آورده و اینکه هر لحظه ما داریم در جامعه قوه قهریه رو علیه زنان چادری خیلی از اینایی که الان تو خیابونا چادریا کم شده بخش قابل توجهی یا کم شدن چادریا بابت اون قوه قهریه یه ملته یعنی زن چادری میاد یه توف بنداز جلو پاش دو بار توف بخوره جلو پاش سه بار بخوره نمیخواد اصلا هیچ کاری دیگه همین همین حد دیگه میگه آقا من برم تو خیابون مرد آقا نگاهی بد کن بهش این نگاهی کن نشون بده که آقا من با این نگاه هم دارم بهتون میرسونم که ازت بدم میاد این خودش خیلی اتفاقه و اینا رو مجاب میکنه که یواش یواش خودشون دیگه به صورت اتوماتیک چادر رو بزنن کنار که اون حس منفی رو انرژی منفی رو در جامعه جذب نکنن و اینجوری ما میتونیم یکی دیگه از راه هایی که دارن اینا نابود میشن به یاری اهورامزا یه همچین چیزیه و من فکر میکردم در یک پروسه ده ساله ما شیعه رو کامل از ایران اخراج میکنیم یعنی کامل که منظور دیگه در اون چیز علنی جامعه شما هیچ باوری هیچ وقت صد درصد از بین نمیره هر باور درست یا غلطی صد درصد از بین اینه بحث اون چیز روتین جامعه است من فکر میکردم یه پروسه ده ساله است ولی ما بعد از دو سال دارم سطح نتایج رو که میبینم فکر میکنم خیلی زودتر از اینا به نتیجه می‌رسیم. و اگه یادتونم باشه از دو سال پیش اوایل میگفتم اونا شما دعا کنیم من ده سال فقط زنده بمونم میبینید که این داستان شیه به یاری خدا چی میشه چون برنامه سازی و برنامه برنامه جدی ساختن هر شب روی یک پرنسیبی دسبرینی هر شب شما بیاید در یک ساعتی برنامه اجرا کنی این تاثیر خودش رو میذاره بذر سخن انرژی کلام کلام خیلی تاثیر داره و این کلامی که ما داریم بیان میکنیم تاثیر خودش رو داره میذاره و دادستان کل کشور خودش رو مسخره کرده ما برخورد قاطع میکنیم با کسانی که قداست زدایی میکنن پف 45 سال چیکار اگه دخترتو که به ما نمیدادی که قداست زدایی میکنیم برخورد قاطع میگری دیگه چرا باید تکرار کنی مثلا تو این 45 سال بوده دمت گم که داری قداست زدایی میکنی بیان این قضیه یعنی ترسیدید و البته ادامه داره تو فکر میکنی با این بیانت در حقیقت چه ترس بندازی تو دل ما نه ما هم مصممتر میشیم تعدادمون هم بالاست یه دلیلی که من در محرم شرابی گفتم تصویر هیچکی نباشه حواستون باشه ویدیوهایی که میگیرید فقط اون استکان و اینا باشه برای همین چون من مسئله امنیتی رو دارم رایت میکنم خوشبختانه هیچ کس تا الان از دل برنامه رو دست براش هیچ مشکلی پیش نیامده ما همه این قضایی رو مسئله امنیتی رو رایت میکنیم اینا هم که دارن میسوزن مرسی بانو بابت استیکر اما چقدر ما اجرا کردیم یک سی دقیقه اجرا کردیم اجازه بدید که ما یک نگاهی هم به دعوای جغل بچه های این حسین کیس چی شده این حسین کیس که شاش عالم همه در گلوی اوست <applause> خیلی خوب